بعد از سیب زمینی جیروف و دسپور، این موقع سال سیب زمینی گرگانه که در کشور میرسه. کل مصرف کشور رو باید تامین کنه، مصرف صنایع و صادرات کشور رو. ما از داخل همین زمین روزی 40 تا 45 تن برداشت سیب زمینی داریم. برداشت سیب زمینی نیمه مکانیزه، هم از ماشین استفاده میشه هم از نیروی کار. دو ردیف سیب رم در میاره بدون اینکه آسیبی به سیب زمینی برسونه. روز 40-50 نفر مشغول سیب جمع کردن. سیب زمینی گرگان بازار پسنده. بدون یک گرم حتی پرت هم به درد آشپزخونه میخوره، هم به درد مصارف صنعتی. پیشبینی تولید امسال 20% بیشتر از پارسال. پیشبینی تولید ما بالغ بر 135 هزار تن برآورد میشه. ما کشاورزی داریم که تا 50 تن هم در هکتار گرفتن. علت اصلیش یک باران بود، دوم به زمین رسیدم بعد بذر مناسب. از پیده دانشمندان استفاده میکنم، از پیده شیمیایی کمتر استفاده کردم. تنوع سیب زمینی گرگان از منظر اندازه، رنگ و ماندگاری بالاست. یه سری ارقام اصلا در صنعت چیپ سازی استفاده میشن، بعضی از ارقام دیگه هم اصلا بس صادرات ما رو میتونن مطرح بکنن. قیمت بازار تا الان برای کشاورزا رضایتمند بوده. کیلو چند؟ 1300 تومان. نسبت به پارسال و پیرسال خیلی عالیه. برای تهران میفرستم، برای تبریز میفرستم، برای ارومیه میفرستم. کشورهای همسایه به ویژه در آسیای میانه مشتری سیب زمینی گرگان هستند.